زمین و آسمان مکه آن شب نور باران و موج عطر گل در پرنیان باد می پیچید. امید زندگی در جان موجودات می جوشید. هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود. شب مرموز و رویایی. به شهر مکه مهد پاک جانان دختر مهتاب می خندید. شبانگه ساحت ام القرا در خواب می خندید. زباغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی دم آدم بس ستاره می شگفت و آسمان پولک نشان می شد. صدای حمد و تحلیل شباویزان خوش آهنگ به سوی کهکشان می شد. دل سیاره ها در آسمان حال تپیدن داشت و دست باغبان آفرینش در چنان حالت سر گل آفریدن داشت. شگفتی خانه ام القرا در انتظار رویداد بود. این رویداد چیست؟ کیمه؟ کدام مهمان؟ کی؟ شگفتی خانه ام القرا در انتظار رویداد بود. شب جهل و ستمکاری با امید طلوع بامداد بود. سراسر دستگاه آفرینش در استراب بود و نبض کائنات ان انتظار دم بدم می زد. همه سیاره ها در گوش هم آهسته می گفتند که امشب نیمه شب خورشید می تابد. ز شرق آفرینش اختر امید می تابد. در آن حال آمنه مادر پیغمبر محبوبم، در آن حال آمنه در عالم سرگشتگی میدید به بام خانه اش بس آبشار نور میبارد و هر دم یک ستاره در سرایش میچکد رنگین و نورانی. و از این قدرت نمایی ها نصیب او بود، شگفتی بود و حیرانی. در آن دم مرغکی را دید با پرهای یاقوتی. استاد جرمل سید، در آن دم مرغکی را دید با پرهای یاقوتی و منقار زمرد فام که سویش پر کشید از بام و در صحن سرا سپر زد و پرهای پرندین را به پهلوی زن درد آشنا سایید و ناگه درد او آرام شد. آرام به کوته لحظه گردان سر را آمنه با حاله امید. تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید. جدید آن حاصل کون و مکان و لطف سرمد را دو چشمش برق زد تا دید رخشان چهره احمد را. شنید از هر کران عطر دلاویز محمد را. سپس بشنید این گفتار وحیامیز. سپس بشنید این گفتار وحیامیز: الا ای آمنه، ای مادر پیغمبر خاتم، سرایت خانه توحید ما باد و مشید باد سعادت همراه جان تو و جان محمد.
بسم الله.